سلام خدمت دوستان و بینندگان عزیزم، امیدوارم هر کجا که هستید لبتون خندون، دلتون شاد و تنتون سالم باشه. یه سلام مخصوصم دارم خدمت هموطنای عزیز شیرازی. تصمیم گرفتم یکی از غذاهای خوشمزه این شهر رو امروز بهتون آموزش بدم. قنبر پلو یکی از غذاهای خوشمزه و سنتی استان شیرازه و بین مردم از محبوبیت خاصی برخورداره. اکثر مردم شیراز این غذا رو در کنار سبزی خوردن و سالاد شیرازی میل میکنم. من که عاشق این غذا هستم، پس زیاد وقت پر ارزشتون رو نمیگیرم و با معرفی مواد اولیه کارمون رو شروع میکنیم. مواد لازم برای تهیه قنبر پلو شیرازی: گوشت چرخ کرده 300 گرم، پیاز رنده شده و آب گرفته 1 عدد، برنج 3 پیمانه که من اونو شستم و گذاشتم خیس بخوره تا آماده آب کش بشه، کشمش پلوی 200 گرم که میشورید قشنگ، میذارید 2-3 دقیقه توی آب خیس میخوره، بعد داخل آب کش میریزید تا آب اضافیش گرفته بشه، گردوی نگینی خرد شده 100 گرم، آرد نخودچی 1 قاشق غذاخوری پر، شیره انگور 1 قاشق غذاخوری، ربع انار 3 قاشق غذاخوری، کره 100 گرم، پیاز خلالی خرد شده 2 عدد، فلفل، زردچوبه، نمک به میزان لازم. خب عزیزان، ابتدا پیازی رو که رنده کردیم و آبش رو گرفتیم داخل یک ظرف می‌ریزیم، گوشت رو بهش اضافه می‌کنیم، آرد نخودچی و ادویه‌ها و نمک هم بهش اضافه می‌کنیم. مواد رو کاملا با هم مخلوط می‌کنیم و به شکل کوفته ریزه‌های ریز در می‌آریم و داخل روغن این کوفته ریزه‌ها رو خیلی کم سرخ میکنیم. ما نمیخوایم زیاد سرخ کنیم، در حدی که خودشو بگیره و رنگ گوشتمون تغییر کنه. من با دست ورزش بدم. به این شکل بر می داریم و کوفته ریزه های یک دست ازش درست می کنیم به این شکل و داخل روغن سرخ می کنیم. من این کارا رو انجام می دم و مرحله بعدی رو بهتون فیلم می گیرم نشون می دم. تمام کوفته ریزا رو به این شکل آماده می کنیم و در داخل روغن تفت می دیم. همونطور که گفتم نمی خواهیم زیاد سرخش کنیم، فقط در حدی که رنگ گوشت تغییر کنه و یک مقدار خودش رو بگیره کافیه. همونطور که می دونید گوشت رو تفت می دیم، گوشت فلفلیمون رو کنار می زدیم. خب عزیزان، توی ماهیتابه دیگه مقداری روغن می‌ریزیم و پیازامون رو کاملا سرخ می‌کنیم در حدی که پیازامون طلایی بشه. خب عزیزانم، وقتی پیازهای ما به این شکل سرخ شدن، تو این مرحله کره رو بهش اضافه می‌کنم و ربع انار رو اضافه میکنیم. اگر ربع انارتون غلیظ بود، یک قاشق غذاخوری آب داخلش بریزید و یک مقدار رقیقش کنید. ما فقط میخوایم ربع انارمون رو تفت بدیم. اگر غلیظ باشه، ربع انارتون داخل روغن فوری میسوزه. ربع انار رو اضافه میکنم یه مقدار تفت میدم. حالا شیره انگورمون رو اضافه میکنیم. ربع انارم میتونید هم از ربع انار ترش،
هم ملس یا شیرین استفاده کنید. اون بستگی به سلیقه خودتون داره. تو این مرحله مغز گردومون رو اضافه میکنم. حرارت خیلی ملایم باشه، فقط در حدی که تفت بخوره. بعد از اینکه مغز گردو کمی تفت خورد، گوشت قلقلیه رو که تفت دادیم داخلش میریزیم، مخلوط میکنیم تا گوشت قلقلیامون طعم مواد رو به خودش بگیره. ما نمیخوایم موادمون خیلی شل باشه، آبش کاملا باید گرفته بشه. تو این مرحله در آخرین مرحله کشمشا رو اضافه میکنم. همونطور که گفتم کشمشا رو کاملا شستم، خیس کردم و داخل آبکش ریختم تا آب اضافیش گرفته شه. یک مقدار تفت میدیم. ببینید تمام مواد به خورد، تمام رب انار و شیره انگور به خورد گوشت و پیاز و گردومون رفت. همونطور که میبینید دیگه آب اضافه باقی نمون. یه مقدار که تفت دادیم زیر گاز رو خاموش میکنیم. برنج رو که آب کش کردیم اینا رو رابلای برنج میدیم. خب عزیزانم، من قابلمه ای رو که میخوام برنج رو توش دم بذارم روی حرارت میذارم. یه مقدار روغن کنجد ته ظرفم میریزم. یه مقدار که داغ شد، مقدار خیلی کمی نمک ته ظرفم میپاچم، چون میخوام تدیگ سیب زمینی بذارم و سیب زمینیامون یه ذره طعم بگیره. سیب زمینی ها رو ته ظرفم میچینم. حالا برنج رو که آب کش کردیم یه مقدار از برنج سفید رو داخل قابلمه روی سیب زمینی ها میریزم. حالا از مواد گوشتی اون که آماده کردیم روی برنج میریزم. یه لایه برنج و یه لایه هم از مواد گوشتی. این غذا واقعا خوشمزه است. همونطور هم که گفتم شیرازی های عزیز اینو با سالاد شیرازی و سبزی خوردن میل میکنه. تمام سطح برنج رو، موادمون رو تو تمام سطح برنج پهن میکنیم. آخرین مرحله برنج سفید رو روش میریزیم. این غذا نیازی به زعفرون نداره، ولی اگر خودتون دوست دارید
اطروبوی زعفرونو میتونید یک مقدار روش زعفرونم بریزید. با پشت قاشق سولاخهای داخلش ایجاد میکنیم. در زرد رو میذاریم و اجازه میدیم تا برنجمون دم بکشه. ابتدا زیر گاز رو زیاد میکنیم. بعد از اینکه بخار کرد زیر گاز رو کم میکنیم. با شعله کم اجازه میدیم تا برنجمون دم بکشه. من سرو شده این غذا رو خدمت شما عزیزان ارائه میدم. خب عزیزانم، غذای ما آماده شد. قنبر پلوی شیرازی واقعا خوشمزه و خوشخوراکه. امیدوارم برای یک بارم که شده این غذا رو امتحان کنید، ضرر نمی کنید. من که واقعا دوستش دارم. امیدوارم این آموزشم خوشتون اومده باشه. تا یه برنامه دیگه و یه آموزش دیگه شما عزیزانم رو به خدای بزرگ میسپارم. در ضمن اشتراک گذاری رو فراموش نکنید. خدا نگهدار.